الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته به مناسبت حلول 2 سال نو، یکی سال قمری و دیگری سال شمسی، تبریکات خودم را خدمت دوستان گرامی عرضه داشتم. بر حسب تقویم ها و بنابر اختلاف تقاویم، یا فردا یا پس فردا روز عاشورا خواهد بود و به همین مناسبت شایسته است یادآوری شجاعت و شهادت سرور شهیدان امام حسین علیه السلام که برای همیشه درس آزادگی و شجاعت به مسلمانان و به همه مردم جهان داد. ما در جلسات گذشته خوشبختانه از عاشقی سخن می گفتیم. بدون تردید یکی از اوصاف بارز عاشقان شجاعت و نترسیدن از مرگ و به استقبال خطر رفتن و به استقبال شهادت رفتن است. این حسیسه بارز رو ما در این شخصیت بزرگ به وضوح می‌بینیم. حرکتی که امام حسین کرد که حرکت فرافقهی و فراقانونی بود، یعنی اگر کسی می‌خواست به وظایف خالص فقهی خود عمل کند، ای بسا که حاجت به چنان قهرمانی ها نمی افتاد و چنان تکلیفی بر شانه او نمی آمد. اما وقتی که پای حرکت عاشقانه در میان می آید، به تعبیر مولوی بندگی و سلطنت به کنار می روند، حق و تکلیف هم راه زوال می سپرند و مقوله تازه‌ای و فربهتر از آنها به جای آنها می نشیند و آدمی رو سرگشته و مجنونوار به دنبال هدف می فرستد. آدمیان عاقل در کارهای خرد محتاطند و اغلب موفقند، اما کارهای بزرگ رو برای عاشقان نهادند نه برای عاقلان. و اگر در این جهان کار سترگی صورت گرفته است و جهش عظیمی اتفاق افتاده است و تحول سترگی پدید آمده است، بدون تردید کار عشق بوده است نه کار عقل. یعنی تصمیمی بزرگ با تحولی عظیم و با شجاعتی بزرگتر برای اقدامی خطرخیز، دل به دریا زدن، از خطر نترسیدن و به هدف عشق ورزیدن و نهایت هم توفیق رو در آغوش کشیدن. در حرکت امام حسین علاوه بر شجاعت، علاوه بر ادای تکلیف، علاوه بر ادای رسالت دینی، نوعی عاشقی غلیظ و پررنگ و عظیم رو میتوان دید و همان نقطه است که برای همیشه روشن است و همیشه جاذبه می آفریند. شما میبینید، قبلا هم گفتم، اگر کسی چون مولوی به امام حسین ارادت میورزد، نه به خاطر اعتقادات شیعی اوست، او شیعی نبود و کلام تشیع برای او اون جلوه رو نداشت که برای شیعیان دارد. اونچه که برای او اهمیت داشت عاشقی امام حسین بود و در غزلهای خود که می گفت: کجا ایده شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجا ایده سبک روحان عاشق، پرنده طرز برقان هوایی. سخن از سبک روحی، سخن از عاشقی، سخن از پرواز، سخن از معراج، سخن از شکستن در زندان، گشودن در محزن، می گفت همه اینها نشانه عشق ورزیدن یک روح کوچک متواضع بود، مثل
نسبت به یک عاشق بزرگ متعالی ارتباطی که بین اون دو برقرار می شد، همدلی و همنوایی که میان اونها وجود داشت، چنین دیالوگی رو پدید می آورد. شعر اقبال لاهوری رو براتون می خوانم و این مقدمه رو ختم می کنم. درس قرآن از حسین آموختیم و از پیامش شمع جان افروختیم. ای صبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما را تا مزار او رسان. سلام و درود خداوند بر همه این بزرگان باد و توفیق پیروی از آنها برای ما. در این دنیا فقط عاشقان بردند، همه بقیه ضرر کردند. این رو من از صمیم دل به شما میگویم، از حقیقت جان به شما عرض میکنم. فقط عارفان و عاشقان در این عالم برنده شدند، بقیه همه بازندند. فروزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ایون که چون تو پاک نیست. کسانی که وقتی به گذشته خودشون نظر میکنند، همه چیز از دست رفته رو میبینند، احساس میکنند چیزی به جای اونها برایشان باقی مانده است، چیزی رو از دست ندادند، نباختند. و اینها فقط یک طایفه اند، طایفه‌ای که در این عالم خدایی داشتند، خدایی که ماندگار است. همه چیز غیر خداوند از میان رفتنی است. برندگان این عالم علل اطلاق و بدون استثناء همونها هستند و بقیه همه بازندند. همون که قرآن گفت ان الانسان لفی خسر، آدمیان دائما در حال باختنند، در حال از دست دادنند، در حال ریزشند، چیزی از اونها نمیماند، در حال فنا شدن، نیستی، از دست رفتن و فرو افتادنند، مگر کسانی که با یک مبدع فرو نیفتادنی اتصال عاشقانه برقرار کردند که همیشه اونها رو گرم و چالاک و زنده و پایدار باقی نگه می دارد. آدمیان بر چند هستند؟ بعضی ها می توانند مستقیما چشم در چشمان خورشید بدوزند، بعضی ها باید از برای حجاب، از برای حباب این کار رو بکنن. لذا هر کسی به قدر خود باید با اون منبع نورانی آشنایی حاصل کند، اگر مستقیما نمیتواند غیر مستقیم. این بزرگانی که ما میشناسیم همونها هستند که اون نور غلیظ و چشم سوز رو رقیق تر کرده اند و برای آدمیان نگاه کردن در چشمان خداوند رو آسان تر ساختند. خوشبختانه بحث ما هم در باب عاشقی است و امشب، فردا، پس فردا هم متعلق به یکی از عاشقان بزرگ تاریخ است. داستانی رو از مولانا آغاز کرده بودیم در باب عاشق بخارایی که پس از مدتی دوری جستن از معشوق خود و کنار گرفتن از او و گریختن از خشم او، عزم کرده بود که دوباره به سوی او برگردد. این برگشتن هم شجاعت می‌خواست، هم استقبال خطر رفتن، هم از مرگ نترسیدن، هم عاقبت خوش در کار خود دیدن و هم به ملامت ملامتگران اعتنا نکردن. داستان رو می‌خوانیم با مولانا و من پاره‌هایی از کلام اون بزرگوار رو اینجا توضیح می‌دهم و با هم به پیش می‌ریم. به مناسبت قصه مریم در میان آمد، مولوی از اون عبور کرد و رسیدیم به اونجا که ناصحان در پوستین این عاشق افتادند و او رو از بازگشتن به نزد معشوق برحذر داشتند. خشم معشوق رو به او یادآور شدند و به او درس عاقلی می دادند، عاقلانه احتیاط بورزد و نزدیک معشوق خشمگین نرود. در حقیقت از یک چشم اگر شما بخوانید این داستان رو، قصه معارضه عقل و عشق است، قصه
جاودانی که همیشه عارفان ما بر او انگشت نهادند و از او یاد کردند. چون که گفتم یک سو عقل رو داریم که همیشه آدمی رو به حذر، به احتیاط، به محافظه کاری دعوت میکنند، همیشه به او میگوید قدم های خرد بردارد مبادا در قدم های بزرگ دچار لغزش ها شود، علل خصوص مبادا قدم بزرگ جای بازگشتی برای آدمی باقی نگذارد، علل خصوص قدم بزرگ حاجت به تحوری دارد که اون تحور در ذات عقل تاجر صفت کاسبکار محافظه‌کار نیست و به همین سبب همیشه پروژه ها رو کوچک میخواهد، قدم ها رو خرد میخواهد، حرکت رو کند میخواهد. این خصوصیت عاقلی است. یک پروژه بزرگ سرناپیدای بناپیدا با قدم‌های بزرگ مستلزم جهش‌های عظیم، حرکت‌های سریع، هیچگاه از عقل محافظه‌کار ساخته نیست. به همین سبب همیشه این معارضه پدید می‌آید. تصمیم بزرگی باید گرفته شود و این تصمیم بزرگ رو عقل هیچگاه نمی‌گیرد. اون ناسخانی که از راه میرسند یا ملامتگرانی که از راه میرسند و شخص عاشق رو یا شخص سالک رو در مقام سلوک مشمول ملامت قرار میدهند، در حقیقت نماد عقلند، نماد عاقلی هستند. عاقلان هم دسته های مختلفند، یا فیلسوفند، یا عالم اخلاقند، یا عالم فقهند و هر کدام هم از موضع خود و بر مبنای داده ها و داشته ها و معلومات خود سخن میگوید. اگر فقیهی باشد، این فقیه ممکن است امر و نهی فقهی بکند، قوانین شرعی رو به رخ بکشد. شعر حافظ رو به یاد دارید که حناج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی مپرسیدم سال این مسائل. البته حلاجی رو نگفت، اما تحلیل و حلاجی حافظ است که از قصه حلاج با ما میگوید. هر نکته ای که گفتم در وصف اون شمائل، هر کس شنید گفتا لله در رقائل، دل دادم به یاری عاشق کشی نگاری، مرضیت و سجایا محمودت و خسائل. حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی مپرسیدم سال این مسائل. حلاج عاشق رو که بردار کرده بودن، دار زدن او این درس رو میداد، میگفت این مسائل، این مسائل عاشقانه را از شافعی نپرسید. شافعی نماد بزرگ یک فقیه است، بزرگترین فقیه اهل سنت است. مسئله های شرعیتون رو، نمازتون رو، زکاتتون رو، اینها را از فقیه بپرسید، اما این مسائل را از اونها نپرسید. اتفاقا این شعر حافظ که براتون خوندم مأخوذ از یک شعری از مولانا که در همین داستان آمده است. میگوید زین دل ناصح خمش کن چند چند، پند کم ده زان که بس سخت است پند. بند من افزوده شد از پند تو، عشق را نشناخ دانشمند تو. اون طرف که عشق می افزود درد، بو حنیفه و شافعی درسی نکرد. اونجایی که پای درد عاشقانه است، سخن بو حنیفه که یک فقیه بزرگ است، سخن شافعی که باز یک فقیه بزرگ است شنیدنی نیست. اساسا اونها در این مقوله سخنی ندارن، حرفی ندارن، تحقیقی نکردن، چیزی به ما نخواهند گفت. لذا عاقلان اصناف و انواع دارن، فیلسوفان از طریق دیگری، حکیم متکلمان از طریق دیگری و اخلاقیون از طریق دیگری. بسیاری از سخنانی که در این زمینه بر مبنای عقل اخلاقی گفته می شود، در میان آوردن پاره از ارزش هاست که برای زندگی عرفی و برای برداشتن قدم های خرد حیاتی نیکو هستند، اما در تصمیم های بزرگ همیشه نوع دیگری از اخلاق حاکم است که اون رو در جای خود باید دانست. عاقبت اندیشی، عاقبت اندیشی گرچه که خوب است و گرچه که عین گوهر عاقلی است، عین گوهر عاقلی، در عاقلی مراتبی دارد، بالاترین مرتبه عقل عاقبت اندیشی است. اینکه انسان کاری که میکند، قدمی که برمی‌دارد، نه تنها نتیجه امروزین و فردایی او رو ببیند، نتیجه
5 سال بعد او رو هم اگر میتواند بداند و ببیند، 10 سال بعد رو هم ببیند. مثلا غزالی بحث بسیار خوبی در باب عقل و مراتب عاقلی دارد، بیان میکند که مرتبه از عقل دانستن بدیهیات از مرتبه از عقل دانستن ارزش هاست و امثال اینا تا میرسد به اینجا که بالاترین مرتبه عقل عاقبت اندیشی است، دور اندیشی است. اینکه انسان محاسبه گر باشد، اون هم نه نزدیک بین بلکه دور بین، حساب کار رو برای مدت ها بعد هم داشته باشه. دیدید که کسانی وقتی که به یه چیزی برخورد میکنن که شیرین است، نیکوست و دلپذیر است، همونجا پاشون توی چاله میره. اینا عاقبت اندیش نیستن، اینا فقط عاجل رو میبینند، همون حال رو نگاه میکنند و به آینده نظر ندارند. با همه این احوال این عقل دوراندیش عاقبت اندیش وقتی که پای تصمیم بزرگ و تحورهای عاشقانه در میان میاد هیچ انگاشته نمیشود و قیمتی ندارد. تعبیر مولانا، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازد خیش را. اینجا هم همون قصه رو داریم و در ضمن داستان مولوی در واقع نوع تازه‌ای از معارضه عقل و عشق رو برای ما باز می‌گوید. داستان سر تا پا در باب بیان مقام عاشقی است از ابعاد مختلف. اونچه که به ما مربوط است و من می‌کوشم در اون حیطه بیشتر سخن بگویم ارتباط قصه عشق است با اخلاق و که ارتباط بسیار ظریفی است. ما بر جاده باریکی حرکت می‌کنیم. از یک طرف مولانا در واقع نقش عاقلی رو کمرنگ می‌کند، تضعیف می‌کند و اون رو از این دایره بیرون نگه می‌دارد. از طرفی ما می‌خواهیم همان اندک ارتباطی که پیوندی که بین این دو می‌توان برقرار کرد رو مورد تبیین قرار بدیم. یادآوری می‌کنم که اونچه که قبلاً گفتم و اکنون بر اون می‌افزایم و همون رو تقویت و تشریح بیشتر میکنم عبارت از این است که اگر یک نقش اساسی و جوهری عاشقی در اخلاق داشته باشد عبارت است از نفی خیشتن. کمک میکند که آدمی از خودبینی خود بکاهد، پندار و سرکشی و خودپسندی خود رو به صفر برساند. این مهمترین درسی است که عاشقی به آدمی میدهد. یعنی انسان عاشق نه عمدن و نه از لحاظ برنامه ریزی بلکه به طور فرعی و جانبی اخلاقی هم می شود، حسن خلق هم پیدا می کند. این چیزی نیست که به خاطر او اختیار عشق کند، چون عشق عاقبت اندیش نیست، برای هدفی، برای مقصدی نیست. خودش مقصد است، خودش هدف است، خودش همه چیز است. در واقع به تعبیر مولوی عشق پشت رو ندارد. اینطور نیست که این طرفش چیزی باشد وقتی که به پشتش برسی چیزی دیگر، و همه او روست، پشت ندارد. مر عشق را خود پشت کو، خود سر به سر روی است او، تماما روی است، صورت است، پشت سر ندارد. لذا وقتی که کسی با او مواجه می شود با همه او مواجه می شود، همه او رو ببیند، منتظر این که برود ببیند که پشت سر چه خبر از اون طرف چه میگذرد نباید بشود. اون طرفی نداریم، عاقبتی، مقصدی، ته خطی نداریم، ابتدای خط، انتهای خط، وسط راه، همه همونجاست. لذا عاقبت اندیش نیست، گرچه خوش عاقبت است. اما این امری که عاقبت اندیش نیست یک استلزامات جانبی دارد، یک رشته نتایج ناخواسته دارد، اون هم نتایج ناخواسته نیکو و مطلوب اخلاقا و حتی شرعن. یکی از آنها حسن خلق است، یکی از آنها اخلاقی تر شدن آدمی است. به توضیحی که گفته بودم سر حلقه و صدر صفاتی که یک انسان اخلاقی باید داشته باشد این است که خودبینی و خودخواهی خود را باید به صفر رسانده باشد. چنین آدمی اون وقت به دنبال این صفر شدن صد می شود. به تعبیر مولوی، چون که گفتی بنده ام سلطان شدی، چون ز خود رستی همه برهان شدی، تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی.
یک نکتهت بگویم، خود را مبین که رستی. این درس بزرگیست که حافظ میدهد. اون روز دیده بودم اون فتنه ها که برخاست، که از سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. کسی که از سرکشی، از فرط عجب، از فرط خودپسندی کسی رو لایق نمیدونه برای همنشینی خودش، این خودش فتنه است و وجودش فتنه انگیزه، عالمی رو به هم میزنه، فساد به پا میکنه. اون روز دیده بودم اون فتنه ها که برخاست، که از سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. تا علم و فضل بینی، یعنی تا خودت رو عالم بدانی، تا خودت رو فاضل بدانی، تا بهایی برای اینها قائل بشی، تا به سبب اینها خود رو بعد از دیگران برتر بدانی، بی معرفت نشین. اینها عین بی معرفتی است، معرفت محسوب نمی شود. یک نکته بگویم، خود را مبین که رستی. عاشق شو ار در روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. مهمترین درسی که همه این بزرگان به ما داده اند و در اخلاقیت و در حسن خلق نهایت تأثیر را داره و زمین ساز همه اوصاف حمیده و محموده در آدمی است، همین طرد خودبینی است که انصافا کار بسیار مشکلی است. هر کسی هم که فکر میکند که به این مرحله رسیده باید در فکر خود تجدید نظر بکنند. گفت او بفرمای در این کار نظری بهتر از این و مجدداً خود را مورد بازرسی قرار بدهد. کاری است که بسیار مشکل است. علی ای حال، پیامی که ما از بحث عاشقی در این جاها می ستانیم مهمترینش این است در ارتباط با عاشقی، اما البته شیرینه های دیگر هم دارد. به تعبیر مولوی، تو ز عشق خود نپرسی که چه خوب و با صفایی، دو جهان به هم برآید تو جمال خود نمایی. وقتی که چهره خودش رو نشون میده همه جا رو روشن میکنه، همه جا رو با صفا میکنه، همه جا رو مطبوع میکنه. بذارید یه غزل دیگه از مولانا براتون بخوانم تا بعد وارد این بحث میشید. خطاب به عشق است این غزل. صفت خدایی داری تو به سینه چون درائی، لمعات طور سینا تو به سینه وانمایی. صفت چراغ داری تو چو شب به خانه آیی، همه خانه نور گیرد ز فروغ روشنایی. صفت شراب داری تو به مجلسی که باشی، 2000 شور و فتنه فکنی ز خوش لقایی. سخنم خور فرشته است، اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خمش چرایی. این از همون حرفایی است که مولانا میگه اگه من نزنم فرشتگان بر سر من فریاد میزنن که ما گرسنه این سخنانیم، اینا خوراک ماست، بگو تا ما فربه شویم، تا تغذیه کنیم. اینها صفات اوزلزا. همین که این بوی اون دلبر چو پران میشود، اون زبانها جمله حیران میشود. وقتی که این بو پران میشه، اصناف برکات و حسنات از او زاده میشود. یکی از اونها البته توصیف مبانی اخلاقی بودن است. خود مولانا که این همه محبوب ماست و برای ما عزیز است، نه به دلیل معلومات اوست، معلومات او البته بسیار بوده است و ما هم بر سر خانه نعمت علم او نشسته ایم، ولی عالم در تاریخ تفکر و تمدن اسلامی و غیر اسلامی بسیار بودن، عالمان فراوانند. اونچه که چاشنی و نمک تازهی به کلام او میبخشد و سخن او رو این همه پر حرارت و پر حلاوت می کند، همان است که این سخنان از منبع عشق می جهد. این آدمی فداکاری از خودگذشتگی کرده بود، شجاعتی به خرج داده بود که حرفهای او حرفهای خود او بود، یعنی محصول تجربه سلوکی مستقیم او بود، نه اینکه از دیگران گرفته باشد و مقلدوار بازگو کند و در اختیار دیگران بگذارد. باز به تعبیر خود مولانا، گر بود در محفلی صد نوحه‌گر، آه صاحب درد را باشد اثر. کسانی که به تقلید گریه می کنند یا خود را به گریه می زنند، با کسانی که حقیقتا دل سوخته‌ای دارند و از سر درد عشق می ریزند بسیار با هم متفاوتند. و این دومی است که
در دیگران هم تأثیر می‌گذارد، برخلاف اولی که جز تقلیدی و نمایشی بیش نیست. در واقع مولوی در اینجا به یه اعتبار شرح احوال خودش رو هم می‌گوید، برای اینکه برای خود او هم کم و بیش همین حالات پدید آمد. اتفاقا در اولین داستان مثنوی که داستان پادشاه و کنیزک باشه، شما می‌بینید همونجا مولوی اشاره می‌کند، اشاره که نه، به صراحت می‌گوید، می‌گوید که بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. نقد حال خیش را گر پی بریم، هم ز دنیا هم ز عقبا بران. شرح حال خود ماست، این بیان احوال خود من است. منتها خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. به طور غیر مستقیم خوب است که گفته شود. لذا وقتی که این داستان را شما میشنوید، با این پیچ و تابی که دارد، با این تطورات و تحولاتی که میپذیرد، با این نشیب و فرازی که در کلام مولانا پیش می آید، اینها رو کم و بیش باید زبان خود او، بیان احوال خود او و انعکاسی و تصویری از تجربه شخصی او ببینید و بدانید. همه اینها رو با هم باید در نظر داشته باشید. مولانی خودش یک مفتی بود، یک فقیه بود، یک عالم بود. وقتی که اون تحول عجیب و عظیم برای او پیش آمد، بدیهی است که ناصحان و عاذلان، عاذلان یعنی ملامتگران، در او در افتاده باشند و بارها و بارها پیش او رفته باشند و از او خواسته باشند که طریقت خود رو بگرداند و به مسیر پیشین برگردد. و می توان اندیشید که برای مدتی این معارضه عقل و عشق در مولانا به جد گرم بوده است. گاهی در این سو، گاهی در اون سو می نشسته است و این معارضه رو یا به پیش می برده یا از بیرون تماشاگری می کرده است. معلومات پیشین خود رو احضار می کرده، فرا می خونده و بارها و بارها با خود به چالش و جدال بر می خواسته تا نهایتاً اطمینان و استقرار پیدا کرده است و این کفه وجود او به طور قطعی و نهایی به یک سو چرخیده و چربیده و در همونجا ایستاده است. و الا کشمکش، بالا و پایین رفتن، تعارض و تلاطم در وجود او قطعاً برای مدت زیادی برقرار بوده است. حتی وقتی که شمس از او پنهان می شود، تا مدتی گویی پاره از وجود او در جای دیگر است. احوال او رو که نوشتن، به مدرسه می آمد، بر بام مدرسه می رفت، با خود شعر می خوند، با خود سخن می گفت، هر کسی که پیش او می آمد، حتی خبری به دروغ از شمس تبریز می داد، چیزی به او می بخشید. همه این احوال اما پس از مدتی استقرار پیدا می کند، شمس رو درونی می کند، اون پاره بیرون وجود خود رو دوباره به خود می پیوندد، یکی می کند. و از اینجا به بعد است که تبدیل به یک شخصیت تمامیت یافته توأم با سازگاری، بدون تعارض، بدون کشمکش درونی، با وحدت شخصیت می شود و آنگاه است که این اندیشه ها رو بیرون می ریزد. ولی در همین احوال هم گاه گاهی که به یاد اون دوران می افتد، سخن او طبعا رنگ و بوی دیگری میگیرند. به هر حال از زوایای مختلف میتوانید به این داستان نظر کنید. گفت او را ناصحی ای بی خبر، عاقبت اندیش اگر داری هنر. در نگر پس را به عقل و پیش را، همچو پروانه مسوزان خیش را. چون بخارا میروی دیوانه ای، لایق زنجیر و زندان خانه ای. اوز تو آهن همی خواید ز خشم، او همی جوید تو را با بیست چشم. چون رهیدی و خدایت راه داد، سوی زندان می روی چونت فتاد. چطور احوال، چطور شده به پای خود، به دست خود داری به جای می ری، خودت رو به خطری می اندازی که عقل اون خطر رو به وضوح می بیند و هر عاقلی احساس می کند که این راه، راه خوش عاقبتی نیست. از اینجا مولوی نکته ای رو می گوید که دیدم پاره از شارحان مثنوی نوشتند که مولوی نزدیک می شود به اندیشه های فروید، یعنی همون ضمیر ناخود آگاه یا ناآگاهی که در آدمی هست. من هیچ خوش ندارم که عظمت کسی چون مولوی رو قیاس کنم با
کسان دیگر و یا دلیل عظمت او رو مشابهت سخنان او با سخنان دیگری بگیرم. اگر سخنان مولوی در اینجا شما رو به یاد بعضی از تئوری‌ها و حرف‌های دیگر می‌اندازد، مسئولیتش با خود شما. ولی سخن مولانا این است که اینجا می‌خوانیم: بر تو گر ده گون موکل آمدی، عقل بایستی که از ایشان کم زدی. چون موکل نیست بر تو هیچ کس، از چه بسته گشت بر تو پیش و پس. عشق پنهان کرده بود او را اسیر، موکل را نمی دید اون نظیر. میگوید که وقتی که میخوای کاری بکنی، اگر ده نفر مأموریت پیدا کنن که تو را از اون کار باز دارن، ده تا موکل به تعبیر مولوی بیان و با تو مشغول گفتگو و بحث و جدل بشن، میتوانند گاهی تو را از مقصد بازگردانند، رأیت رو بزنند، عوضت کنند. میگوید ولی بعضی وقتا هست که انسان در یه راهی چنان قویست که گویی یک موکل درونی درونش هست که جواب همه کس رو میده، به هیچ وجه نمیشه رأی شخص رو زد و او رو عوض کرد. مولوی در اینجا در واقع میخواهد بگوید که آدم همش این عقل آشکار نیست، یک عقل پنهان یا یک ضمیر ناآگاه به تعبیر امروزی ها در آدمی هست که عشقی رو، شوقی رو، تعلقی رو در آدمی بیدار میکند که کسی نمیتواند از پس از عهده اون شوق براید. خلاصه میخواهد بگوید که وجود آدمی چند لایه است، زو مراتب است، همش عقل پنهان نیست. گاهی شخص راسیونالیزاسیون میکنه، دلیل تراشی میکنه، ولی دلیل واقعی او برای انجام عملی چیز دیگری و جای دیگری است. گاهی خودش هم دلیل واقعی رو نمیداند، اما یه دلیلی در پس ذهن او، در بن ضمیر او وجود دارد و او رو به کاری میکشاند. هر موکل را موکل مختفی است، ورنه او در بند سگ تبعیض چیست. گاهی موکلها بر موکلها، مأمورها بر مأمورهای درونی نشستند. آدمی از جایی در درون وجود خودش تحریک می شود، به کاری انگیخته می شود که صد عقل نمی توانند جلوی او رو بگیرند. مولانا در اینجا در واقع یک پوشش تئولوژیک هم بر این امر می افکند، یعنی بحث روانکاوانه و دپ سایکولوژی و اینها نمی خواد بکنه، فقط در واقع می خواد بگه که در اینجا ها انسان باید بیندیشد که موجود آزادی نیست، اسیر است و این اسارت از درون خود او می جوشد، کسی از بیرون به او بند ننهاده است. بیاد دارید اون شعر رو از مولانا می خوندیم: زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدا، یا چه نقض است و چه خوب است و چه زیباست خدا. نه بند است و نه زنجیر، همه بسته چه راهیم، چه بند است و چه زنجیر که بر پاست خدا. یا یه بند و زنجیرهایی هست که کسی نمی بینه. ای عجب این بند و زنجیر گران، عاجز از تکثیر او آهنگران. بند و زنجیرهای گرانی پنهانی بر دست و پای آدمی است، آدمی رو اسیر میکند، آدمی رو به این سو میکشد، به اون سو میکشد که نه انسان میبیند و نه بر اونها کنترل و اختیاری دارد. هر موکل را موکل مختفی است. آدمیان گویی در جایی برای کاری به نحوی کوک شدن، به نحوی میزون شدن که سرشون رو پایین میاندازن و ناآگاهانه به سوی هدف میدرن. بعدها بر اونها معلوم میشود که چه چیزی اونها رو میدوانده است. خشم شاه عشق بر جانش نشست، بر عوانی و سیه رویش بست. هر که بینی در زیانی میرود، گرچه تنها با عوانی میرود. عوان یعنی پلیس، یعنی داروغه. میگوید اگر میبینید که یک کسی داره به راه خطرناکی میره، در هلاک خود میکوشد، اگرم به ظاهر تنها میرود، در واقع یه پلیس همراه، یک کسی داره او رو میکشه میبره، یک موکل مختفی پنهان در اونجا هست. میر دیدی خیش را ای کنز مور، زن ندیدی اون موکل را تو کور. غره گشتی زین دروغ این پروبال، پروبالی کو کشد سوی وبال. پر سبک دارد ره بالا کند، چون گلالو شد گرانی ها کند. حقیقتش این است، یک نکته که باید این رو ما بدانیم، باز هم با مسئله اخلاق مرتبط است و ارتباط شدید دارد، این است که آدمی
هر انسانی بیش از آن که عقل باشد عاطفه است. من تعبیر عاطفه رو در معنای خیلی وسیعش به کار میبرم. تمام اون وجوه غیر عقلانی آدمی رو عاطفه مینامم، هرچه که باشد. و خطا است اگر انسان تصور کند که با عقل خودش به گشودن همه گره های کار خودش موفق میشود. اشتباه است. ما مثل یک تریلی هستیم، یک تریلی بزرگ پر از بار سنگین، که این تریلی رو دادن به یک دوچرخه سواری، گفتن تو بکش، او پا بزنه تا این تریلی حرکت بکنه. شما میتونید تصور بکنید که چه بار سنگینی رو به دوش چه موجود ضعیف و عاجزی نهادن. حقیقت این است که عقل ما، گرچه که قهرمانی ها میکنند، سرکشی ها میکنند، ادعاها میکنند، اما موجود ضعیفی است، خصوصا وقتی که در طوفان عواطف قرار میگیرد، فوق العاده چشم های او تیره میشوند. به همین سبب بزرگان اخلاق همیشه میگفتند که سعی کنید که تلاطم های درونیتون در حدود نرمال باشد، خودتون رو به دست طوفان ها ندید. کمتر عقلی در این طوفان ها مقاومت میکند و میتواند اونجا راه رو ببیند و در تاریکی ها چشمش کار بکند. بسیار مشکل است. حالا هر عقلی میخواد باشه، همین دلیل هم میگفتن که عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن. یکی از دلایل این که چرا باید مشورت کرد این بود که باز چند تا عقل که روی هم ریخته شوند و کنار هم بنشینند به حال بهتر است از یک عقل، چون هر عقلی گرفتار نوعی عاطفه است و رهایی جستن از آتش هوس ها، از طوفان غرایز و منفعت طلبی ها از طریق عقل جمعی بهتر میسر است تا عقل فردی. عقل بسیار ضعیف انصافا، و این همون معنی است که مولوی در اینجا میگوید که یک موکل های گویی، یک مأمور های خفی و پنهان در میان ما هستند که این مأمور های پنهان عقل ما رو فرماندهی میکنند، به این سو و به اون سو میکشانند. هیوم فیلسوف انگلیسی اصلا معتقد است که عقل هیچ کاری جز بردگی عواطف ندارد. مثلا کمتری نقشی برای عقل قائل نیست. معتقد است نقش عقل توجیه عواطف است. نقش عقل بردگی کردن و زانو زدن در مقابل عاطف است. عواطف آدمی، اون چی که دل آدمی میخواد به تعبیر خیلی ساده، اونا فرمان رو صادر میکنن، اونا خواسته رو مطرح میکنن، بعد عقل است که باید توجیه عقلانی بکنه و شیوه و متدش رو هم پیدا بکنه که خب برای رسیدن به اون خواسته از چه راهی باید بریم، از چه ابزاری باید استفاده کنیم. نظر هیومی نسل در واقع معتقد است عقل چیزی نیست جز عقل ابزاری. این همون حرفیست که پاره از جامعه شناسان جدید هم میزنند دیگه، instrumental reason. اگر شنیده باشید instrumental reason یا instrumental rationality به تعبیر اونها، دقیقا این است. معتقدند که جهان جدید جهان instrumental rationality است، یعنی دست کم در جهان جدید عقل به این مرتبه نزول کرده است و به این حد قانع شده است. قانع شده است، بیش از این کاری نمی کند، بیش از این از خود انتظاری ندارد. همین که یه خواسته هایی مطرح بشود که اون خواسته ها اغلب هم نسنجیده است، اما چون انسان میپسندن، دوست دارن، اون رو میگیره، جلوی چشم خودش میگذاره و شروع میکنه به پیدا کردن راه حل مسئله و راه رسیدن به اون مقصد. این که مولوی در نوشتهای خودش بارها در شعرهای خودش بارها تعبیر عقل عقل به کار میبره به همین دلیل است. معتقد است که ما دو تا مفهوم از عقل داریم که نباید با هم اشتباه کنیم. یکی عقل است که همه عقل ابزاری است، همین instrumental reason است، همین عقل دوراندیش به تعبیر خود مولانا است. اما یه عقل عقل داریم که اون عقل واقعی است. اون عقل واقعی اون چیزیست که در واقع عواطف رو هم میتونه مهار کنه، زنجیر بزنه و اونها رو در کنترل بگیره که کم هم هست و نزد نوادریست و به هر حال تربیت میخواد. ولی عقل اکثر مردم همون عقل برده است. به قول مولوی که اون که شهوت میتند عقلش مخوان. اونی که میاد شهوات شما رو توجیه میکنه اون اسمش عقل نذار، اون عقل تابع شهوات هست، اون اصلا اسمش عقل نیست.
چون اگر چیزی خودش برده شد، به تعبیر مولوی گفت عقل کو جویای نفس و نفس شد، مشتری مات زحل شد نفس شد. عقلی که تابع نفس خودش در واقع نفس هم دیگه عقل نیست، عقل شأنش اینه که برتر باشه. همه ی حرف مولانا این است که عقل رو نزد عاقلان کامل باید پیدا کرد. افرادی که صاحب عقول جزئی هستن، اینا معمولا وقتی که برق خیره کننده منافع و شهوات میتابد، چشم عقلشون خیره میشن و کار نمی کنن و تبعیت می کنن و به فرمان عواطف می روند و اون بار سنگین عواطف اون راننده رو له می کند و خرد می کند و یا هل می دهد و به جانبی که خودش می خواهد می برد. سرش هم این است البته از نظر مولوی که آدمیان تا سبک نباشند، یعنی این وزنه های تعلقات به دست پای اونها بسته باشد، معمولا به طرف همون سنگینی ها میل کنند. پر سبک دارد ره بالا کند، چون گلالو شد گرانی ها کند. موجودی که پر و بال داره میتونه سبک ببره، پرواز کنه، میره بالا، اما همین که گلالو شد، یعنی همون بالها اگر روش خاک نشست و گل نشست، دیگه اون بالا هم کار نمیکنه، سنگین میشه، گرانی ها میکنه و به طرف پایین میاد و زمین گیر میشه. از این جملات معترضه که بگذریم، مولوی دوباره برمیگرده به سر سخن خودش. گفته عاشق به ناسهان، گفت ای ناسه خموش کن چند چند، پند کم ده زان که بس سخت است پند، سخت تر شد بند من از پند تو. عشق را نشناخت دانشمند تو، اون طرف که عشق می افزود درد، بو حنیف و شافعی درسی نکرد. تو مکن تهدید از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. عاشقان را هر زمانی مردنیست، مردن عشاق خود یک نوع نیست. او 200 جان دارد از جان خدا، وان 200 را می کند هر دم فدا. گر یکی جان را ستاند ده بها، از نبی خان اشرت و امثالها. گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برفشانم برو. آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رحم زین زندگی پایندگیست. و اینجا اون ابیات عربی مشهور مولانا می آید که اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیاتا فی حیات، لی حبیب حب و گویش بالحشان و گویش ایمشی علا عینی مشا. و بعد باز می گوید پارسی گو، گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. بوی اون دلبر چو پران می شود، اون زبانها جمله حیران می شود. یک دریا از معرفت در اینجاست و فقط عاشقی این معارف رو یاد مولانا داده بود. شما به این شیرینی، به این حرارت و به این عمق این سخنان رو جایی پیدا نمی کنید انصافا. و به همین دلیل اینو از مشهورترین و مطبوعترین کلماتمون، از اون مستی آورترین ابیاتیست که در دیوان شمس پیدا می کنید. مولوی وقتی که در باب هگل هم گفتن، هگل میگوین وقتی که فلسفه درس میداد، وقتی که تاریخ فلسفه میگفت، راجع به فیلسوفان یونان که میگوین فوق العاده هم در ظرایف فلسفه یونان وارد بود، وقتی که درس میداد درسهاش کم حرارت بود، معمولی بود، آخر اطلاعاتی بود که برای شاگردان میگوین. اما وقتی که میرسید به بیان نظریات خودش، که نظریات وقت گرم میشد، کلاس رو گرم، فضا عوض می شود، همه شاگردان مثل که توی یک تنور گرمی در یک فضای تازه درگیر اومدن، عرق می کردن، مباحثه می کردن و هگل هم بر در تنور این مباحثات می تمید و کلاس رو گرمتر می کرد. هر وقت یک کسی حرفی داره مال خودش و داره می زنه، هم زبانش حیران می شه و هم زبانش گرم می شه. هر وقت مقلدانه چیز دیگری رو می گوید، در حدود همون تقلید سرد متعارف یک کامیونیکیشن معمولی صورت میدهد و نه بیشتر. این قرآن رو که شما میبینید اینقدر گرمی آفرینه،
و نه فقط برای مسلمان ها، برای غیر مسلمان ها. این به دلیل اینکه محصول تجربه شخصی پیغمبر است. یعنی وقتی پیغمبر داغترین احوال رو پیدا میکرد، تازه حرف از دهنش بیرون میریخت. حالا پوشش تئولوژی که امر این است که ملکی در جان او اینها رو میخواند و اینا، به جای خود من با اونا سخنی ندارم، مخالفتی ندارم، ولی معناش این نیست که پیغمبر یه ضبط صوت بود، خودش هیچ حالش نمیشد، یه کسی از اون ور میگفت و ایشون هم از این ور اینا رو تکرار میکرد. اصلا اینطوری نبود، خودش اکتور بود، بازیگر این میدان بود، تماشاگر نبود، پسیو نبود، منفعل نبود، میگرفت مثل زنبور که شهد رو میخوره اما بعد خودش کار میکنه روش و عسل میده، نه اینکه از اون طرف عسل رو بخوره و از این طرف عسل رو پس بده، اینطوری نبود. به همین دلیل هم مثل آتش فشان یک کوره گرم این سخنان که بیرون می آمد، همیشه این گرمی با او باقی می موند و باقی مانده است. انصافاً این طوریست، یعنی همه کلمات وحی این طوری هست، همه کلمات وحی این طوری هست، اونایی که از تجربه های خالص پیامبران زاده شدن، کلمات عارفان، حتی کلمات ساینتیست ها. من نمیدونم شما دوستان عزیز ما که اینجا هستن، قاعدتاً هر کدومشون تخصصی در علمی دارن، پاره از کتاب های معمولی و متعارفی که در علوم نوشته می شود بسیار 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 زیاد است. دانشمندانی هستن در رشته خودشون، خبرن، متخصصن، کتاب می نویسن در ریاضی، در بیولوژی، در طب و چیزهای دیگه، خودشون آموختن و به دیگران هم می آموزنن. اما بعضی هستن کاشفن، مکتشفن، برای اولین بار به نکته رسیدن، یه تئوری کلانی رو کشف کردن. اونا اصلاً زبانشون فرق، کتاباشون فرق میکنه با کتابهای عادی. اولا دقیقا این حالت رو پیدا میکنه که مولوی اینجا میگه، بارها من راز بودم، بوی اون دلبر چو پران میشود، اون زبانها جمله حیران میشه. به هیچ وجه زبان سیستماتیک شست رفته نداره این کتاب ها. من حالا مثال میذارم، مثال سادهش همین کتاب داروین، Origin of Species. من این کتاب رو خوندم، اونو از شما که نخوندید بخونید. داروین به هر حال یه بیولوژیست است، اما مکتشف یک تئوری است. این تئوری چنان شعفی در جان او برانگیخته بود، کتابش کاملا میتونه به شما نشون بده. احساس میکرد که به نکته‌ای، به رازی در این عالم رسیده است که دیگران نرسیدن، و این جان او رو چنان حرکت میداد که این تلاطم روحی او در زبانش، در کلماتش هم منعکس است. این کتاب داروین نظم درست حسابی نداره. کتاب ملا صدرا، کتاب اسفار اربعه ملا صدرا، ملا صدرا فیلسوفه و بسیاری از مطالبی رو که گفته و نوشته فیلسوفان پیش از او هم گفتن و نوشتن. اما کتاب اسفار اربعه سر متعلقین متفاوت است با دیگران، برای که سر متعلقین میدانید زندگی پر رشیب و فراز و گاه گاه تلخی داشت، به دلیل پاره از عقاید نیمه تکفیرش کردن، با او در پیچیدن، امنیتش رو ستاندن، زندگیش رو تنگ و تلخ کردن، مجبور به مهاجرت شد، از شیراز بیرون آمد، در یکی از دهه‌های نزدیک قم برای 10 سال در اونجا در انزوا و خلوت زندگی کرد. و چنان که در مقدمه کتاب می نویسد می گوید که در اینجا بود که من نفسم یک شعله هیولانی برکشید و اسراری بر من آشکار شد که تا پیش از آن آنها را نمی‌دانستم، و در نور آن انکشاف بود که من پاره‌ای از حقایق را کشف کردم که با عقل عادی به کشف آنها نمی‌توان نائل شد. بعد این شخص، این سالک مکتشف تجربه دار، وقتی که قلم رو برمی‌داره و مطالب خودش روی کاغذ می‌آورد، کتاب او پاک با کتاب دیگر فیلسوفان فرق می‌کند. زبان او، قلم او، بیان او اولا فوق‌العاده گرم، گیرا، جذاب، و ثانیاً احیاناً بی‌نظم. ما از هیچ کتابی انتظار نظم دقیق نداشته باشیم، از یک کتاب فلسفی یک فیلسوف 100% این انتظار رو داریم دیگه. فیلسوف هست و نظم منطقی ذهن. اما همین فیلسوف بوی اون دلبر چو پران می‌شود، اون زبان‌ها جمله حیران می‌شود. شما این حیرانی رو در زبان او، در بیان او، در کتاب او به وضوح می‌بینید.
و هر کس دیگری بی جهت نبود که حافظ میگفتش که حافظون ساعت که این نظم پریشان مینوشت، تایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. هر کسی که تایر فکرش به دام اشتیاق میفته، حتی نظمش پریشان میشه، یعنی پریشانی بر نظم او چیره میشود و نظم او مندرج در پریشانی میشود و این دوتا چنان به هم ممزوج میشوند که هم خود زبان هجران است و هم دیگران رو به هجرت میافتن. حالا بالاترین مثال خود مثنوی مولاناست. از داروین شما بگذرید، از ملا صدرا بگذرید، شما بیاید سراغ خود مولانا. این کتاب مثنوی هیچ نظم درست حسابی ندارد. همین الان که با هم قصه ها رو میخونیم شما میبینید این بزرگوار همینطور چرخ میزنه، از این سو به اون سو، زبان ها جمله هجران میشود. واقعا هجران زبان هست. 100% بهترین مصداق هجرانی رو شما توی این کتاب میتونید. از اون ابتدایی که شروع میکنه، نه اسم خدا رو میاره، نه اسم پیغمبر رو میاره، نه هیچ چیز، سبک متعارف کتاب ها رو نداره. داستان هم که میخواهد بگوید یه کلمه شو میگه، یه نکته کوچک ابتداش میگه، بعد دور میشه میرود و چند تا قاره دیگر رو میپیماید و طی میکنه تا دوباره برگرده به سر جاده اولی. و واقعا این گشت و گذارها گاهی اونقدر تو بر تو و زیاد میشه که اگر شخص صبور نباشه، آزموده نباشه، نمیتواند مولانا رو همراهی بکنه و از رفتن همراه او خسته میشود، ملول میشود و احساس میکنه که چیزی گیرش نیومده. این بی‌نظمی و این پریشانی که محصول حیرانی ضمیر و حیرانی زبان یک عارف صاحب تجربه است، 100 مرتبه برتری دارد بر اون نظم مسموع متکلفی که در نوشته های غیر صاحبان تجربه دیده می شود. چنان نیست که هر حیرانی حیرانی مذموم باشه. در واقع کلمه حیرانی رو باید برای اینجا حفظ کرد و بقیهش دیگه گیجیه و کنفیوژن و اونا دیگه چیزهای دیگه است که اصلا این نام رو بر اونها هم نباید نهاد. این رو میگم که اگر یه گیجانی مثل بنده یه وقتی گیجی میکنن، اسمش رو حیرت نباید گذاشت. پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود 100 زبان دیگر است. بوی آن دلبر چو پران می شود، آن زبانها جمله هجران می شود. بس کنم دلبر در آمد در خطاب، گوش شو والله اعلم به ثواب. در ابیاتی که خوندم نکته های بسیار دیگری هم هست. یکیش همون تعارض عقل و عشق و در اینجا تعارض عقل فقهی با عشق است. بو حنیفه شافعی که نمایندگان بزرگ مکتب فقهی هستند. دیگریش شجاعت عاشق است و نترسیدن او از کشتن. این مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. اصلا این عالم و این زندگی این فناست، این نماندن است، این زوال است، این فرو ریختن است. مرگ من در این زندگی در واقع مرگ ماست، نبودن ماست. از این مرگ که زندگی نماست، وقتی که عبور کردیم و رفتیم، تازه نوبت زندگی واقعی میرسد، تازه حیات حقیقی شروع میشود. چون که عاشق توبه کرد اکنون بترس، کوچ و عیاران کند بردار درس. گرچه این عاشق بخارا میرود، نه به درس و نه به استا میرود. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. خوابشند و نعره تکرارشان می رود تا عرش و تخت یارشان. درسشان آشوب و چرخ و بلبله، نزیاد آتست و باب سلسله. سلسله این قوم جعد موشتبار، مسئله دور است اما دور یار. گردن خلع و مبارا می رود، کج مبین درس بخار را می رود. خب در اینجا مولانا نکته دیگری رو هم در پیش می کشد. این نکته هم از نکات اصلی مکتب عارفان است و اون که همه درس ها رو در کلاس و مکتب نمی توان خواند. یه علومی هست، یه فهم هایی، یه معرفت هایی هست که تو کتاب نیست، در زبان نیست، در بیان نیست. و مولوی این دوتا رو این گونه مقابل هم قرار بده، میگه اونجا که تو کلاس، تو کتاب،
توی کورس، توی برنامه است، اسمش دانشه. اما یه چیز دیگری داریم که اون نامش رو میگذارد بینش. میگوید که اون بینش اینجاها پیدا نمیشه، اون رو باید از صاحبان بینش گرفت. این سخن رو، این مضمون رو به صد زبان، به صد بیان مولانا در جای دیگه گفته است. اینجا ببینید، آن بخاری قصه دانش نداشت، چشم بر خورشید بینش میگماشت. دانش رو در مقابل بینش آورده است. یه دیدن داریم و یک دانستن داریم. دانستنی که از راه گوش صورت میگیرد. عقل دو عقل است. اول مکسبی که در آموزش و در مکتب سبی، از کتاب و استاد و فکر و ذکر و از معانی و از علوم خوب و بکر. این یه عقل است. یک عقلانیت است که در مکتب به آدمی یاد میدن. انسان میره پیش معلم و کتاب میخونه و درس و بحث و غیره و اونها رو یاد میگیره. ولی یه چیز دیگری است. به تعبیر مولانا میگوید اون بخاری قصه دانش نداشت، چشم بر خورشید بینش میگماشت. یادتون باشه بخارایی که مولوی از او یاد میکنه بخارای قبل از حمله مغولان است. کسی که مولوی درست در همون عصر حمله مغولان میزیست، بخارای قبل از بخارای کنونی رو شما در نظر نگیرید. بخارای قرن چهارم، قرن پنجم هجری که اصلا معهد علم و دانش بود. کسی میرفت بخارا مثل این که مثلا میخواد بره دانشگاه جان هاپکینز یا همچی چیزی. بخارا این بود. وقتی که مولوی میگوید که اون بخاری قصه دانش نداشت، یه با این که میرفت به معهد علم، به مرکز دانشهای زمان و جهان، ولی دردش درد دانش نبود. دنبال این حرفا نمیرفت، چشم بر خورشید بینش میگماشت. هر که در خلوت به بینش یافت راه، اوز دانش ها نجوید دستگاه. خود مولوی رو شما میبینید این حرفا که میزنه، اینا به اصطلاح بینشه، اینا دانش نیست. یعنی اینا درسایی نیست که جایی خونده باشه. حافظم میگفت که بشود اوراق اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد. اولا علم عشق در دفتر نیست، ثانیا نتایجی که بر عاشقی مترتب است، یعنی اون چشمی که آدمی پیدا میکند و اون روی کرده که به عالم پیدا میکند، انسان شناسی که محصول عاشقی است، جهان شناسی که محصول عاشقی است، اینا توی کتاب ها نیست. اگر هم توی کتاب ها باشه، نوشته عاشقان است، نه نوشته عالمان، نه نوشته عاقلان. تازه اون هم وقتی سرد میشود در کتاب به بدیعت میگذارند. گفت که دانش انوار است در جان رجال، نه ز راه دفتر و نه قیل و قال. دانش آن را ستاند جان ز جان، نه ز راه دفتر و نه از زبان. اگر که به تعبیر مولوی در جای دیگه، شما طالب علمید، علم آموزی، طریقش قولی است، باید بنشینید و به درس استاد گوش بدهید. حرفت آموزی طریقش فعلی است. اگر میخواهید کسب مهارتی حرفه‌ای بکنید، راهش فعل است، یعنی ورزیدن و کار کردن و تجربه عملی اندوختن. ولی فقر خواهی، یعنی همه علم عشق، فقر خواهی آن به صحبت قائم است، یعنی مصاحبت. صحبت به معنای امروزین کلمه نیست. امروز ما میگیم صحبت کردیم، این حرف زدیم، ولی در گذشته صحبت مصاحبت بود. فقر خواهی آن به صحبت قائم است، نه زبانت کار می آید نه دست. اگر اون رو میخوای که ورای قول است و ورای فعل است و نه تجربه کلاسی است، نه تجربه عملی است، بلکه تجربه جانی و سلوکی است، اون به صحبت قائم. یعنی باید یک کسی رو پیدا کنی که اهل این احوال باشه و او سرایت میدهد به تو، او منتقل میکند به تو، اون یه میدان مغناطیسی دارد که میدمد در تو. بدون او اصلا امکان نداره. فقر خواهی آن به صحبت قائم است، نه زبانت کار می آید دست. کن که در خلوت نظر بردوخته است، آخران را هم زیار آموخته است. خلوت از اغیار باید، نی زیار پوستین بهر دی آمد. نی بهار گر به تنهایی تو ناهیدی شوی، زیر زل یار خوشیدی شوی. آدم اگر به تنهایی هم به جای برسه، به تعبیر مولوی زهره بشه، ناهید بشه، اونقدر درخشنده بشه، اما زیر زلگیار خورشید میشه، یعنی صد هزار مرتبه منورتر و نورخیزتر میشه.
این که گفتن تنهایی به تعبیر مولوی، تنهایی از اغیار، نه تنهایی از یار، گفتن که برو خلوت بگزین از بیگانگان، از ناپاکان خلوت بگزین، نه از پاکان، خلوت از اغیار باید نی زیار، پوستین بهر دی آمد نی بهار، کان که در خلوت نظر بردوخته است، آخران را هم زیار آموخته است. حتی اگر به کسانی گفتن برو خلوت نشینی کن، اون رو هم همون دوست پاکانی که مصاحب اونها بودن یادش دادن، این همون اونم تازه درسیست متعلق به همون شیوه سلوک، نه کار خودسرانه و بی‌معنا. در اینجا مولوی توضیحات زیادی میده، میگه که شخص عاشق اصلا درس ها رو که بهش میده چیز دیگری میفهمه. گردم خلع و مبارا میرود، کجمه بین ذکر بخارا میره. میدونید خلع و مبارا دو نوع طلاق هست در فقه، خصوصیتی در این بحث ندارن این دو نوع طلاق، به طور کلی یه نوع بحث فقهی مورد نظرش. این شخص عاشق وقتی هم که پای درس فقیه نشسته او داره انواع طلاق و درس میده، یه جور خلع داریم یه جور مبارا داریم، این اونا رو نمیفهمه. اون وقتی میگه خلع و مبارا، این خی خلع و اون چیز رای مبارا رو ترهم میکنه، از توش بخارا در میاره. گردم خلع و مبارا میرود، کج مبین ذکر بخارا میره. برای او مثل این که دارن از بخارا حرف میزنن. سلسله این قوم جعد مشتبار، مسئله دور است اما دور یار. وقتی که میره به درس فلسفه و فیلسوف درس تسلسل میده، تسلسل یه بحثیست در فلسفه همت میشه دیدید، میگه وقتی که تسلسل میگه، تسلسل خب از ریشه سلسله میاد دیگه، سلسله یعنی زنجیر. میگه وقتی که درس تسلسل میده، این از او زلف زنجیر زلف یار رو میشنود و میفهمد. وقتی که درس دور رو میدن، دور و تسلسل شنیدید، مسئله دور است اما دور یار. میگه وقتی که بحث دور میکنه، این دور یار اصلا دنیا رو به چشم دیگه میبینه، حرفا رو جور دیگه میشنوه، مسائل رو به نحو دیگری تفسیر میکنه، از یک موضع دیگری، از یک ارتفاع دیگری، از یک چشم دیگری. خاموشند و نعره تکرارشان، میرود تا عرش تخت یارشان، از درون فریاد میزنند اما ظاهرشون بسیار آرام است. فریادهایی که در درون اونهاست فریادهای بختارانه نیست، از سر اختیار نیست، فریادی است که وجود اونها میکشد. آدمیان، هر کسی وجودش یک زبانی داره، یه فریادی میکشه. البته در غزلیات مولانا داره میگه زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم، گوش بده عربدرا، دست منه بر دهنم، که من هزار عربده میکشم، فریاد میکشم. به من اگه نزدیک بشوی، به تعبیر خودش جای دیگه، دیده شود حال من، ار چشم شود گوش شما. شما گوشتون رو تبدیل به چشم بکنید و وقت فریادهای من رو خواهید دید، چون فریادهای من با این گوش شنیدنی نیست. خیلی حرف هست در اینجا در باب موسا. مولوی اونجا که میرسه میگوید که وقتی که خطاباتی به مولانا کردن، در دل موسا سخنها ریختن، دیدن و گفتن به هم آمیختن. در وجود شخص عاشق همه حواس یکی میشه، یعنی گوش چشم میشه، چشم گوش میشه. یکی از شعرهای معاصر میگه مشوش است عجب کوچه های ادراکات، مشوش است عجب کوچه های ادراکات، چشید چشم تو را گوش و با چشم و گوش آن را دید، بانگ تو چشید بانگ تو را چشم و گوش آن را دید، مشوش است عجب کوچه های ادراکات. کوچه های ادراکات مشوش میشن، میرن تو هم، همه حواس کار همه حواس رو میکنن و یکی میشن واقعا، به دلیل اینکه این تجزیه ها که در وجودات آدمیان متعارف هست، به دلیل کوچک بودن و خرد بودن وجود آدمی است و متشتت بودن. وقتی که مجتمع شد همه یکی میشن. شما شنیده اید دیگه، و این موضوع بحث خیلی از عرفای ما بوده است، که وقتی موسی نزدیک اون درخت شد، هم در قرآن هست هم تورات هست، خب آتشی رو دید روی اون درخت، اون آتش عجیبی بود، درخت رو نمیخورد، یعنی آتش نمونند، درختی بگیره و درخت میسوزه و خاکستر میشه. با
غافلانه و ناآگاهانه نمیدونست که میخواد پیغمبر بشه. یک مرتبه همسرش ظاهرا وقت زایمانش بود یا هرچی در بیابانی و سردشون شده بود و موسی رو فرستادن دنبال اینکه آتشی پیدا کنه و برگرده بیاد بشه همسرش. وقتی که آمد همطور که میگشت دید آتشی روی درخت، چون موسی بود آن مسعود وقت که آتشی دید و به سوی آن درخت عنایت ها بر او موفور بود، نار میپنداشت وان خود نور بود. اومد پیش این درخت دید خیلی آتش عجیبیه و چه آتشیست خدایا به سبز بوته عشق، اگر غلط نکنم آتشی که موسی دید. آتش عجیبی بود، این درخت رو نمیسوزونه، خاکستر نمیشه. بعد حرف میزنه، بهش گفت من خدا هستم. مولوی همینو میگه که اصلا موسی که آدم عادی نبود، اگر یک کسی دیگر اونجا بود نه اون آتش رو میدید نه اون صدا رو میشینه. چی؟ اون صدای نبود که تو بیابان بپیچه، اون آتشی نبود که روی درخت باشه، اون آتش فقط چشم اون میدید، اون صدا رو فقط گوش اون میشنید و این گوش و چشم چنان یکی شده بودن که معلوم نبود کدومش میبینه کدومش میشنبه. یک تجربه بی نظیر غیر قابل توصیف. و وقتی هم که گفت خدایا تو کی هستی اینجا، کی داره به من حرف میزنه، بنابراین چون که البته در تورات آمده است با قرآن متفاوته، ولی اونجا که در تورات خیلی جالب گفت که آیم هو آیم، من آنم که آنم، اصلا توضیحی نداد. از اون مبهمترین سخنان است. از چشمی فیلسوف نگاه بکنید فوق العاده عالیست این حرف، یعنی پیور اگزیستنس، من وجود خالصم، چیستی ندارم. سخن از چیستی با موسی نگفت، نگفت من چیم، فقط گفت من آنم که هستم، من آنم که آنم. همه اینها ببینید حیرت اون زبانها جمله حیران می شود. همه اینها فوق العاده عجیب است و از جنس دانستنی هاییست که اولا وقتی حاصل می شود که حس آمیزی شده باشد، یعنی حواس در هم رفته باشد، یکی کار دیگری رو بکنه و اصلا انسان در حال ندونه کدوم کار کدوم داره بود. و بعدم وقتی که به بیان میاد و برای دیگری بازگو می شود، باز هم زبان حیران است، یعنی به درستی نمیشه از او تعبیر کرد و او رو توضیح داد. مولوی قطعا خودش این احوال رو آزموده بود که در اینجا هم همین نکته رو به بیان خودش میگوید. میگوید شخص عاشق فقه براش بگی، فلسفه براش بگی، دانش براش بگی، اصلا یه چیز دیگری میشنه، دنیا برای او به رنگ دیگری ظاهر میشود، از کلمات برداشت های دیگری میکند و عالم خودش رو با هم با اونها میسازد. رونه هادان عاشق خونا بریز، دل تپان سوی بخارا گرم و تیز، ریگ آمون پیش او همچون حریر، آب جیهون پیش او چون آبگیر، آن بیابان پیش او چون گل ستان، می فتاد از خنده او چون گل ستان، چون سواد اون بخارا را بدید، در سواد غم بیازی شد پدید، ساعتی افتاد بیهوش و دراز، عقل او پرید در بستان راز، بر سر و رویش گلابی می زدند، از گلاب عشق او غافل بودند، او گلستانی نهانی دیده بود، غارت عشقش ز خود ببریده بود، تو فسرده در خور این دم نه ای، با شکر مقرون نه ای، گرچه نه ای، رخت عقلت با تو است و عاقلی که از جنودن لم تروها غافلی. خب آمد وارد بخارا شد و همین که دوستان سابقش او رو دیدن همه ناگهان حمله بردن که زود برو قایم شو، زود برو خودتو مخفی کن. هر که دیدش در بخارا گفت خیز، پیش از پیدا شدن منشین گریز، که تو را می جوید اون شه خشمگین، تا کشد از جان تو 10 ساله کین، الله الله در میا در خون خیش، تکیه کم کن بر دم و افسون خیش، شهنه صدر جهان بودی و راد معتمد بودی، مهندس استاد، قدر کردی از جزا بگریختی، رسته بودی باز چون آویختی، از بلا بگریختی با صد حیل، ابلهی آوردت اینجا یا عجل، ای که عقلت بر اتار دق کند، عقل عاقل را قضا احمق کند، نحس هر گوشی که باشد شیر جوزی، زکی و عقل و چالاکیت کو،
گفتن تو 10 سال پیش به دلیل خطایی که کرده بودی از دست این شخص گریختی، چی به سرت آمده؟ چه خورده ای به تعبیر مولانا که حالت عوض شده و آمدی و دوباره خودت رو در بلا انداختی؟ از بلا بگریختی با صد حیل، ابلهی آوردت اینجا یا عجل؟ ابله شدی که برگشتی، عجل دوباره او تو رو به اینجا آورده. گفت من مستسقیم. اینا حرفای مولاناست در باره خودش، ولی از زبان اون عاشق. گفت من مستسقیم، آبم کشد گرچه میدانم که هم آبم کشد. مستسقی میدانید دیگه، بیماری دراپسی، بیماری استسقا، یعنی کسی که آب میخوره و آب میخوره و آب میخوره، هیچ وقت اشتیکیش فرو نمینشینه، اگرم درمانش نکنن در اثر همین آب بسیار 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 خوردن عاقبت از بین میره. گفت من مستسقیم، آبم کشد گرچه میدانم که هم آبم کشد. هیچ مستسقی به نگریزد ز آب، ور 200 بارش کند مات و خراب. گر بیاماسد مرا دست و شکم، عشق آب از من نخواهد گشت کم. من به هر جایی که بینم آب جو، رشکم آید بودمی من جای او. گر بریزد خونم آن روح الامین، جرعه جرعه خون خورم همچون زمین. چون زمین و چون جنین خون خاره ام، تا که عاشق گشته ام این کاره ام. من پشیمانم که مکرنگیختم، و از مراد خشم او بگریختم. گو بران بر جان سختم خشم خیش، عید قربان اوست عاشق گاف میش. در اینجا مولانا قصه موسی و گاو رو، یعنی قوم موسی و گاو رو بیان میکنند، همون داستانی که در سوره بقره آمده است. مثلا بقره این گاو دیگه همه تون میدونید، چون این داستان در اون سوره آمده است، اون سوره سوره بقره نامیده شده است. این داستان در تورات به نحو متفاوتی آمده، اما اون شکلش که در قرآن این است که کسی رو کشته بودند یهودیان و بر سر خون او اختلاف افتاده بود که این قبیله کشته یا اون قبیله کشته، و به هر حال از طریق پیامبرشون دانستند که باید یه گاوی رو بکشند و این گاو رو بعضی از اجزای بدنش رو، اعضای بدنش رو به این کشته بزنن، این کشته زنده خواهد شد، برخواهد خواست و قاتل خودش رو نشان خواهد داد. داستان اینه. مولانا این قصه رو یک تفسیر سیمبولیکی کرده که شما در اینجا میبینید. میگوید گاو موسی، گاو موسی دان مرا، جان داده ای جزو جزوم حشر هر آزاده ای. گاو موسی بود قربان گشته ای، کمترین جزوش حیات کشته ای. بر جهیدون کشته زاسی بش زجا، در خطاب ازربوه و بعضها. این بیان داستان است. بعد حالا استفاده مولانا، یا کرامی ازبهو هازن بقر ان اردتم حشر ارواح النظر. ای دوستان گرامی من، ای عزیزان من، یا کرامی ازبهو هازن بقر، سر این گاو رو ببرید. گاو یعنی گاو حرسها، گاو قرسها، گاو تعلقات. اگر میخواهید که روحتون حشر پیدا کنه، جان مردتون زنده بشه، شرطش بریدن سر این گاو است. استفاده رو میبینید. یا کرامی ازبهو هازل بقر، ذبح کنید این گاو رو، سر این گاو رو ببرید. ان اردتم حشر ارواح النظر، اگر میخواهید که این چشم بینای شما روح پیدا بکنه، جان بگیرد، دوباره زنده بشود، رستاخیز مجددی حاصل بکند، شرطش بریدن سر یک گاو است. ابتدا یه چیزی باید قربانی بشود. کسانی که حاضر به قربانی کردن نیستند، رستاخیز مجدد هم نصیب اونها نخواهد شد. این رو من بارها گفتم. هیچ انسان بزرگی در این عالم نبود که فداکاری نکرده، گذشتی نکرده باشد، یه گاوی رو سر نبریده باشد. یه گاوی رو سر، از همون ابتدا که این داستان شروع می شود، اونجا شخص عاشق که تازه می خواد روانه بشه، گفت یاران من روان گشتم ودا، سوی اون صدری که می رست و متا. گرچه دل چون سنگ خارا می کند، جان من از به بخارا می کند. باروم اونجا بیفتم پیش او، پیش اون صدر نکو اندیش او. گویم افکندم به پایت جان خیش، زنده کن یا سر ببر ما را چو میش. از همونجا مسئله زنده کردن، سر بریدن، قربان شدن و قربانی کردن مطرح است.
تا اینجا که صحبت است، یا کرامی ازبهو هازل بقر ان اردتم حشر ارواح النظر. بعد از این ابیات بسیار مشهور مولانا اینجا می آید در این داستان که پایان سخن ما هم خواهد بود، همون که در واقع می گوید هر مرگی مقدمه حیاتی است. از جمادی مردم و نامی شدم، نامی یعنی درخت گیاه، اونی که نمو می کند، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر، از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیء هالک الا وجهه، بار دیگر از ملک قربان شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون، ای فسرد عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد، سوی تیغ عشقش ای ننگ زنان، صد هزاران جان نگر دستک زنان، جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز، آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود، وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زین سپس نی کم شود نی بدلقا، خیش را بر نخل او آویختم، عذر آن را که از او بگریختم. برای همه دوستان من حیات جاوید آرزو میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. بله، یه مقداری مارکتینگ میشه و بنا نیست ما این کار رو بکنیم. یعنی چیز تازه نیست، همین سی دی های لب لباب مثنوی که به نام سروش خونی اینجا هم عرضه میشد در واقع همینه. اولا این سی دی حاوی لب لباب، حاوی قرائت لب لباب. لب لباب یک کتابی است که یکی از نویسندگان قرن 19 در ایران و افغانستان به نام ملا حسین کاشفی که اصلا اهل هرات بود یا مدت‌ها در هرات ساکن بود، این کتاب رو تهیه کرده است. این کتاب خلاصه تدوین یافته مثنوی است، یعنی از طرفی مثنوی رو که تقریبا 25 هزار بیت تلخیص کرده به یک چهارم، نزدیک 6 هزار و خورده بیت در لب لباب است، ثانیاً صورت بندی کرده و فصل بندی کرده، یعنی مطالبی که مولوی راجع به عشق گفته، راجع به اخلاق گفته، راجع به خدا گفته، پیامبر گفته، در سه عنوان کلی حق طریقت و شریعت و حقیقت آورده و هر کدام رو هم تقسیمات فرعی تر و کوچکتری کرده و مجموعاً نظم و سامانی به مطالب متفرق مثنوی داده همراه با تلخیص. این کتاب رو که نزدیک 7000 بیت داره تماما من قرائت کردم که در اون سی دی موجوده، ولی علاوه بر این کتاب و قرائت این کتاب تمام مثنوی هم در اون سی دی هست، اما نه قرائت شده بلکه به شکل مکتوب همراه با البته شیوه جستجوی کامل، یعنی شما با داشتن یه لغت، یه ترکیب می توانید همه ابیات صاحب واجد اون لغت رو پیدا کنید و با سرچ کامپیوتری کاملا آشنا هستید. اون سی دی این امکان رو هم داره و در اختیار شما قرار داره. یعنی در واقع الان با داشتن این سی دی خود من و هر کسی که میخواد روی مثنوی کار کنه کار براش خیلی خیلی آسان‌تر است از محققینی که مثلا 20 سال پیش 50 سال پیش روی مثنوی می‌خواستن کار کنن، یا باید بشینن فیش‌های طولانی بر خودشون بنویسند و مورد استفاده قرار بدن، یا فرضاً از حافظه‌شون استفاده بکنن که مکررن مثنوی رو خونده باشن یا اشعار دیگه مولانا رو خونده باشند و آشنایی عمقی و وسیع با اونا حاصل کرده باشند و لذا در فراهم آوردن مجموعی از حافظه استفاده کنند. اما الان حافظه کامپیوتر دیگه به کمک همه محققین آمده و فعلا در این سی دی شما میتونید تمام مثنوی رو مورد جستجو و بهره برداری قرار بدید. یه ایندکس کامل تری از مثنوی رو خود من مشغول تهیه‌شم، البته قدری دوری من از ایران تو این کار وقفه انداخته ولی باز داره روش کار میشه و انشالله به پایان میرسه. او
کاملتر از این سرچ خواهد بود که در سیدی است. اما این سیدی هم به هر حال خیلی کمکه، انشالله اون ایندکس هم به صورت مکتوب و هم به صورت رایانه‌ای در اختیار قرار خواهد گرفت. در باب دیوان حافظ هم همینطور، از اینها دیگه زیاد شده، یک سیدی هم باز از من هست، مجموعه 40 سخنرانی در باب حافظ، روی خود همین سخنرانی ها سرچ هست، یعنی موضوعات مختلفش رو میتوان جستجو کرد. علاوه بر اون تمام دیوان حافظ در این سیدی هست و همراه با سرچ دیوان حافظ که اون هم در اینجا عرضه شده بود و دوستان اونهایی که مشتاقن یا محتاجن میتوانن تهیه کنن و مورد استفاده قرار بدن. من چی کرده؟ تدوین کرده. بله. حالی که همچنین شما فهمیدین زبان باید تیمان باشه در ماشین. یعنی ما میخوانم این رو از اون حالت ایرانی در بیاریم و مدرن. آیا این درسته؟ یعنی در پاسخ شما باید عرض کنم که آره و نه. به این معنا بعضیا با حالت حیرانی خیلی نمیتونن بسازن. میدونید دوست دارن که چیز مرتب و سامانیافته تری در اختیارشون باشه و از اون استفاده کنن. باز نکته دیگر عرض میکنم، حالا بحث حیرانی رو کنار بگذاریم، گاهی من به دانشجوها همینو گفتم برای شنای در دریا اول آدم خوبه توی استخر شنا رو یاد بگیره، بعد وقت بپره تو دریا. نه اینکه هرگز نشود از دریا شروع کرد، اما این هم یه راهشه، بلکه بیشتر افراد شاید این راه براشون مناسب تر باشه. این خلاصه مثنوی که لب به لبه مثنوی نامیده میشود، حقیقتا همون دریاچه است، همون استخر خیلی بزرگی است که شنا رو به انسان یاد میده. همچنین مزه کلام مولانا، مفاهیمی که با ذهن او معنوس بوده، اینها رو به صورت خیلی سامانیافته در اختیار قرار میده. بعد از او و پس از کسب آمادگی است که میشه با خود مثنوی انس بیشتری پیدا کرد و اصلا صبوری لازم رو یافت برای رفتن در این دریا یا در این قاره وسیع و گم نشدن. اما این البته درسته، هیچ یک از این خلاصه ها اون اوریجینال رو به طور کامل نمایندگی نمی کنه و خب این انتظار رو نباید داشت. در هر حال یه تفاوتی داره دیگه و بیشتر هم ارزش تعلیمی داره، همطور که عرض کردم، برای کسی که میخواد یاد بگیره شاید از اینجا شروع کنه و این قدم های اولیه رو برداره، کار رو آسان‌تر بکنه. ایناست خاصیتاش، ولی طبعا همه اون فواید و خواص اون متن اصلی رو نمیتونه با خودش داشته باشه. ببولید که از کجا سر رقمش در ذهن عام افتاد. باشه، با سکوت دوستان میسازیم و انشالله تا نوبت بعد که محضر دوستان رو دوباره درک میکنیم. خداحافظی میکنم از حضور یکایک دوستان.